جزئیات جدید از آتش سوزی بیمارستان گاندی و علت شروع آتش و آخرین آمار از خسارات و تلفات این حادثه. با ما همراه باشید، آخرین خبر رو با هم بررسی میکنیم و یه مروری انجام میدیم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع احوال به کام باشه. خب شب گذشته آتش سوزی گسترده‌ای در هتل بیمارستان گاندی تهران اتفاق افتاد که توی یه ویدیوی کامل که شب گذشته براتون قرار دادم جزئیات اولیه این حادثه رو براتون مرور کردم و تصاویری هم از این حادثه با هم تماشا کردیم. ولی علت اصلی این حادثه تا امروز به صورت کامل و دقیق مشخص نبود. به گفته آتش نشانی و سخنگوی آتش نشانی تهران، علت این حادثه نمای کامپوزیتی بوده که این بیمارستان داشته و رعایت نشدن یه سری از اصول ایمنی باعث شده که این حادثه حریق اتفاق بیفته. این هتل نسبتاً جدید و مدرن که اولین هتل بیمارستان ایران هم به حساب میاد، قدمت زیادی هم نداره و کمتر از 10 سال از افتتاح اون میگذره و انتظار نمیرفت که هتل به این مجهزی حادثه این چنینی توش اتفاق بیفته و هتل و ساختمونش هم اصلاً مثلا ساختمون پلاسکو نبود که ساختمون فرسوده‌ای باشه که دچار حریق بشه یا اصول ایمنی توش رعایت نشده باشه. ضمن اینکه تازه کاربری این ساختمون هم کاربری هتل و بیمارستان بوده و مثل پلاسکو انبار پارچه و لباس نبوده که سری حریقش گسترده بشه و سر تا سر ساختمون رو دربر بگیره. اما سخنگوی آتش نشانی تهران دست به افشاگری علیه مدیران این هتل بیمارستان زد و گفتش که توی چند سال اخیر ما بارها هم از سمت آتش نشانی و هم از سمت شهرداری اخطاریه هایی رو برای مدیران بیمارستان ارسال کردیم و نکات زیادی رو در مورد ایمن نبودن این ساختمون بهشون گوشزد کردیم. چیزی که من خاطرم هست بیش از 5 بار بهشون اخطاریه دادیم و مشکلات ایمنی ساختمان رو به اونها تأکید کردیم، ولی خب توجهی به اخطارهای ما نداشتن و ترتیب اثری انجام نشد. که مهمترین موردی هم که ما به اونها گوشزد کرده بودیم این نمای کامپوزیتی بودش که برای زیبایی ساختمون طراحی شده بود و ما به اونها هشدار داده بودیم که این نمای کامپوزیت باید هر چه سریعتر عوض بشه و جایگزین اون نمای سنگی باشه. ولی خب زیبایی مثل این که برای اونا اهمیت بیشتری بود و الان مجبور شدن که خسارت چند ده میلیاردی رو متقبل بشن. باز خدا رو شکر که این حادثه تلفات جانی نداشت، که در اون صورت حتی اگه کسی مصدوم هم میشد توی این حادثه این تلفات جانی با هیچ چیزی قابل جبران نبودش. بریم قسمت هایی از صحبت های سخنگوی سازمان آتش نشانی ایران رو هم گوش بدیم. عملیات اینو من بگم، نمیدونم داره پخش میشه یا نه، همین که در این عملیات ما مصدوم و تلفات جانی نداریم. این حادثه مستعد این بود که چند ده نفر، حادثه سینا عطر یادمونه، مستعد بیمارستان سینا عطر مستعد این بود که چند ده نفر جون خودشون از دست بدن. بچه‌ها جون خودشون رو کف دست گذاشتن، راه افتادن تو طبقات، دود خوردن، اذیت شدن، نفر رو خارج کردن. ای کاش اون زمانی که جلسه میذاریم دعوتشون میکنیم اخطار بهشون میدیم بی تفاوت نباشن. هزاران میلیارد، صدها میلیارد خسارت خورد. خدا روشو کسی نمرد، تلفات جانی نمرد. اگر کسی فوت شده بود با هیچ رقمی جبران نمیشد. چرا تو جلسات میان ترتیب اثر نمیدن؟ چرا دقیقاً آتش نشانی چند بار بابت بیمارستان گاندی اخطار داده؟ به من گفتن 5 بار، ولی آخرین بار کی بوده؟ برج هشت آخرین اخطار بابت نمای کامپوزیت. ببین فقط یه نما نیست، ما ثوابت دیگه هم داریم. چه اشکالی داشته اخطار آبان بادی؟ من که الان اخطار جلو نیست، فقط از دوستان سوال کردم. 5 بار اخطار داده شده، دوستان شهرداری هم پیرو بهشون زدن. آخرین اخطار مربوط به برج هشت، جلسه کمیته ایمنی منطقه اختصاصی برای اینا تشکیل شده، یعنی برای بیمارستان گاندی. بله بله، یکی از پرونده هایی که مطرح شده همین مسئله بوده، اما متاسفانه ترتیب اصلا ندادن دیگه. با خانواده های بیماران هم تماس گرفته میشه و اطلاعاتشون داده میشه. خوشبختانه تلفات جانی تا به این لحظه نداشته. فرمودی آتش سوزی توی کدوم طبقات بوده؟ من چیزی که مشاهده میکردم طبقه 16 و 15 و 14 وسعت آتش سوزی خیلی زیاد بوده. بله، از طبقه 11 به بالا بوده، ولی خب خوشبختانه مهار شد. از نظر سازه من اطلاعاتی که گرفتم الان ایمنه، احتمال ریزش ساختمان اینا رو به من گفتن که فعلا منتفیه، ولی خوشبختانه چیزی که خیلی مهمه اینه که
آتش سوزی که اتفاق افتاده تلفات جانی تا به این لحظه نداشت. آقای دکتر تاکید شده بود نمای بیمارستان ها نمای های کامپوزیت جمع بشه و گویا نمای سنگ استفاده بشه، برای همین این وضعیت آیا چون نمای ساختمون آتش گرفته به خاطر همین دلیل بوده یا اصلا علت آتش سوزی چی بوده؟ اونا باز دیگه از سازمان آتش نشانی بپرسید، من کارشناس این کار نیستم. در مورد مسائل سازه‌ای و ایمنی هم انشاءالله مهندسین و عوامل توضیح خواهند داد. خب بسیار عالی، خیلی ممنون. آقا نگرد اینو بفرست بالا. به گفته سخنگوی آتش نشانی، ماموران آتش نشانی تا حداقل 24 ساعت بعد از حادثه هم در محل حضور دارن که اگه حادثه جدیدی اتفاق بیفته یا آتش سوزی یا حریق جدیدی اتفاق بیفته اونها بتونن اقدامات لازم رو انجام بدن و تا 48 ساعت هم به صورت آماده باش نظارت دارن به این محیط. ولی در حال حاضر بخش های عمده که آتش سوزی توش اتفاق افتاده تخلیه شده و حریق به صورت کامل خاموش شده، ولی باز برای اطمینان آماده باش هستن نیروهای امدادی و نیروی آتش نشانی. سخنگوی آتش نشانی در ارتباط با جزئیات این حادثه آتش سوزی گفت در حال حاضر باید منتظر ماند تا اطلاعات جدیدی کسب و در اختیار رسانه ها قرار داده شود. وی گفت بنابر گزارشات اولیه این آتش سوزی بیشتر روی نمای ساختمان بیمارستان بوده، اما در هر صورت برای اطلاعات تکمیلی به زودی جزئیات حادثه اعلام میشه. ملکی در ارتباط با فوتی ها و مصدومان این حادثه گفت هنوز در این خصوص گزارشی داده نشده و هیچ قربانی گزارش داده نشده. رئیس بیمارستان گاندی نیز درباره این حادثه گفت در ظل شرقی بیمارستان آتش سوزی رخ داده، اما هنوز میزان مصدومیت و آسیب به بیماران مشخص نیست. وی از آغاز تخلیه بیماران و کارکنان بیمارستان همزمان با انجام عملیات اطفای حریق خبر داد. خب رفقا حتما نظراتتون رو برای ما تو بخش کامنت ها راجع به این حادثه بنویسید، بهمون بگید به نظرتون همچین حادثه هایی چی میشه که اتفاق میفته و چرا مسئولین اجرایی و مسئولین این بیمارستان به اخطارهای سازمان آتش نشانی توجهی نداشتن. در حال حاضر به گفته سخنگوی آتش نشانی بیش از 100 پاساژ و مرکز خرید در تهران اخطار امنیتی گرفتن و خیلی هاشون هم احتمال ریزش ساختمونش وجود داره و خیلی هاشون هم از نظر آتش و حریق ایمنسازی نشدن که مدیران این پاساژ ها هم خیلی دقت و توجهی به ایمنسازی محیط کارشون نداشتن و شاید امروز یا فردا خبرهای دیگه ای هم در مورد آتش سوزی یا ریزش ساختمون ها در مناطق شلوغ تهران داشته باشیم. امیدواریم که شاهد همچین حوادثی نباشیم. حتما نظراتتون رو بر ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.